شادی هم راه بفرمایید. درود جناب دکتر، صدای درود من به رو شما. اول من چک کنم که شما خوب دارید. صداتون رو دارم ولی فقط وقت خیلی خیلی کمی دارم بله در بله خدمتتون. میدونم، اب ندارم، من سریع سعی میکنم که سوالم از شما بپرسم. من بفرمایید. خیلی تشکر میکنم مثل همیشه این بخت رو داشتم که با شما صحبت کنم. چهار سال پیش فکر میکنم و قرار بود ما بعد از اینکه بچه دار شدیم من با شما تماس بگیرم. من گردن کلفت سابق و گردن شکسته الان هستم و خیلی تمایل هم داشتم، متاسفانه خودمون کوتاهی کردیم. دلم میخواد هر خانومی که صدای من رو میشنوه بدونه که اینکه شما میگید تا 35 سال و تاکید میکنید، من متاسفانه پشت گوش انداختم و چوبش هم خوردم. 3 سال درگیر ناباروری بودیم و خیلی به ما سخت گذشت تا بچه دار شدیم. یکم جدی بگیرن این مسئله رو. جناب دکتر، من الان 38 سالمه، همسرم 43 ساله و خوشبختانه یک دختر 5 ماه و نیمه داریم. سوال مشخص من در خصوص آموزش خواب هست. چیزی که و من توی صحبتی که 4 سال پیش با شما داشتم چونه می زدم که من برگردم سر کار بعد از 4 ماه و شما فرمودید که حالا بچه دار شو بعد ما ببینیم تو چطوری برمیگرده سر کار، و من کارم رو گذاشتم کنار و واقعا نمیدونم چجوری میخواستم برگردم سر کار. صحبت شما بسیار متین بود و من اون موقع متاسفانه متوجه نبودم. در حال حاضر من مادر تمام وقت هستم و مسئله‌ای که دارم اینه که دختر ما از حدود 5 هفتگی شروع کرد به شبها خوب خوابیدن. یعنی شبها از 5 ساعت شروع شد تا 4 ماهگی شبها 10 ساعت بدون شیر شب میخوابید. ولی متاسفانه همین که وارد 4 ماه و 1 هفته شد دچار پس رفته خواب شد و اتفاقی که افتاد این بود که فکر میکنم ما اونجا رو اشتباه کردیم. این برای شب که دیگه بیدار شد ما به شیر دادیم و اتفاقی که افتاده الان از این 1 ماه و خورده‌ای شبها چندین بار بلند میشه، دیگه های خوابش رو نمیتونه به هم بچسبونه، کمک میخواد که حالا بالاخره یا بهانه سینه رو میگیره یا بهانه این رو میگیره که ما بالاخره بغلش کنیم تابش بدیم. و من میخواستم ببینم که آموزش خواب رو میتونیم ما براش شروع کنیم یا نه با همین روش جلو بریم. دیگه تا یه 2 هفته دیگه هم کم کم باید شیر شبش قطع بشه طبق فرمایشات شما. واقعا الان گیر کردم، نمیدونم باید چی کار کنم. خب ببینید، آخه قواعد یه مقداری به هم ریخته. اولا شما فرزندی داشتید که تونسته اون مدت طولانی رو با سن کم بخوابه. بعدم یه اصلی فروید داره و مطالعات بعدی نشون میده چقدر درسته به عنوان ریگرشن، و اون حرفش اینه که اگر بچه مرحله رو گذرون دیگه هرگز اجازه ندید به مرحله قبلش برگرده یا به شرایط قبلی. فرض کنید شما بچه رو توالت ترین میکنید برای 1 هفته 1 ماه هست، همه امکاناتون رو به کار بگیرید که این بر نگرده دوباره مشکل داشته باشه، چون اون بیشترین آسیبه. و شما دقیقا یه دختری که راحت میخوابیدد و به خاطر حالا هرچی تصمیم گرفتید به شیر بدید و تمام سیستم رو به هم ریختید. یعنی جهاز هاضمه ای که اصلا با این عادت داشته که با خواب مثلا خاموش میشده حالا برنگید. الان باز همچنان راهتون همون قاعده است. البته من تو سی دی تولد تا 3 سالگی آوردم، الان وقت کمی هست. شما بهترینش این هست که اگر هنوز از خود شما سینه شما شیر میخوره، شما حتی اگر میتونید گرچه سخت و سنگینه بعد از اینکه خوابوندیتش شیرتون رو بدوشید که نداشته باشید، چون برخی از اوقات اینکه به شما نزدیک بشه و مک زدن رو میخواد ولی نباید شیر داشته باشید. یا بیایید، دلیلی هم نداره، شبا میتونید اگر قبول کنه در حقیقت شیر خوش رو بهش بدید و اونو بعدا میشه 10% 10% درش آب ریخت، به طوری که بعد از مثلا 10 روز دیگه آب میخوره و اون نیازه از بین میره. ولی هرگز هرگز تو شیر مادر نباید آب ریخت،
اون اصلا خطرناک و گرفتار کننده است. بنابراین اولین نکته اینه. دوم، اگر چون خونه هستی تو مشکلی باش نداری، حالا بیخوابیتون یه ذره به هم بریزه، بعدا دوتایی میتونید روزم یه چرتی بزنید که ضرر و زیانی اونقدر نداره، بهش ندید و یا به جای شیر بهش آب بدید و بیدار شد. اگر اون رو پذیرفت بعدا همون قاعده رو بعد از مثلا یک ماهی 10% 10% کم کنید تا به اون احتیاج نشه. چون دلیل بیداری بچه ها عادتشون هست به تغذیه یا به جهاز هاضمه، که این شما قبلا خوبش رو داشتید، حالا به کمی به هم ریخته. شاید باز بتونید، چون منشون میده که بچه آرامی دارید، دوباره بر میگرده سر جاش. بنابراین پیشنهاد من خدمتتون این است که چون قبل از اینکه بچه مثلا به 18 پوندی برسه، یعنی قبل از اینکه فرض کنید 8 کیلو بشه، بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که چون جهاز هاضمش توانایی این امکان رو داره که برای مثلا 5 یا 7 ساعت شیر نخوره یا به هر حال وارد معده او چیزی نشه، اگر میتونید شیر خودتون رو کم کنید، یا فرض کنید اگر پستونک رو قبول میکنه به جای سینه خودتون یا شیشه شیر بهش پستونک بدید. کاری کنید که وابستگیش رو به غذا از بین ببرید، یعنی به شیر، و به جاش برای یه مدتی اگر لازمه آب استفاده کنید. اگر نشد به هر حال میتونید از پستونک استفاده کنید. هدف شما اینه که بعد از 5 ماهگیش مثلا اگر ساعت 11 12 10 یه چیزی میخوره دیگه، تا 5 و 6 و 7 صبح هر زمانی که بیدار میشید احتیاجی به ماده خوراکی نداشته باشه. به آب برای یه مدتی میتونه، ولی اونم بعد قطع بشه، به طوری که سبب میشه هم بخوابه، هم شما راحت بخوابید، هم گرفتاری های دیگر رو پیدا نکنید. حالا با توجه به این توضیحات، یکی دو دقیقه فرصت هست، متاسفانه وقت کمی هست. اگه سوال خاصی به ذهنت اومده یا مشکلی، خوشحال میشم بشنم. خیلی ممنونم جان دکتر. متاسفانه پستونک رو که اصلا قبول نکرد و مشکلی که من دارم اینه که من میتونم که شب مقاومت کنم و شیر بشنوم. یه ترسی داشتم برای اینکه خب شاید مثلا گرست نشه واقعا، من دارم نه گرستش نیست که... نه بچه ها صلاحش ببینید از این سلامت بچه اینه که بین 5 تا 7 ساعتی چی تو معدش وارد نشه. بنابراین مسئله گرسنگی اونقدر مطرحه، برای که بدن خودش رو تنظیم میکنه با اون. بنابراین نگران گرسنگی، اگر چون ببینید اینکه شما گفتید که من میتونم، شما میتونید، ولی اون زورش بیشتر از شماست. آره، چون بچه هایی هستن که انقدر گریه میکنن که تا اینکه هر پدر و مادری که سهله برسکا خونه رو هم بادار به تسلیم میکنن. دقیقا، من خودم گردن کلفت بودم، الان میفهمم چرا گردن کلفتی بده. آره دیگه، بله، نه برحال میدونید خداوند به گونه ای کفاره گناهان بیشمار رو از شما میگیره. دقیقا. بنابراین عزیز، ببینید اگر میتونید بهش چیزی ندید، اگر میشه گفتم با آب جانشین کنید و بعد از یه مدتی کم کنید، یه ذره بهش فرصت بدید، یعنی هر چیزی رو مثلا 1 هفته 10 روز باش کنار بیاید، ولی برای که هم استراحت خودتون هم صلاح خودشه، هدف رو باید بدونید چیه. زمین اگرم فرصتی کردید اون سیدی رو یه بار دیگه بشنوید، اگه نشنیدید تولد تا سه، چون حتما بتون در زمینهای دیگه کمک کنه. بعد اگر مسئله بود یکی دو هفته دیگه بیا صحبت کنید. امیدوارم به زودی هم تلفن کنید برای خواستگارا و اینا که داره ببینید. خیلی متشکرم دکتر، خیلی متشکرم.